با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. من مطالعات زیادی دارم. یه زمانی مریض کتاب بودم. از زمان تخمر میفروتم که دوم دبستان کتاب کرایه میکردم شبیه ده شایی و اینه جت میخوندم. داستان میکیست بدیم بود، بعد کم کم این اون دیگه همینجا الاخر نمیدونم چقدر کتاب خوندم، ولی همین قبیدم تو توالت که میرم تا الان بالای بعد 500-600 جلد کتاب خوندم، تاریخ خوندم، فیلم زیاد دیدم. من حداقل ماهی تا فیلم میبینم، فیلم های خوب میبینم، اساتید زیادی رو دیدم، با خیلی ها نشستم، حوصله کردم، گوش کردم. اما امروز یه روز خاصی واسه منه، روز خاصی واسه منه. چرا؟ چون امروز یک مطلبی خوندم، شنیدم از یک آقایی که نمیشناسم، اولین بارش هم میبینم. من خیلی سعی کردم این چند ماه اخیر، یک سال اخیر، دو سال اخیر یه حرفی بزنم که به مردم بر بخوره، مردم تکونی به خودشون بدن، ولی نتونستم. با شهامت اعلام میکنم نتونستم، اون دلم میخواست رو القا کنم، اما به خاطری که وقت شما هم که گرفته شه قطعا گفتم، تکرار میکنم، 70-80% کلیپ های من چه از قدیم چه جدید توش یک مطلب علمی نو بهتون میدم، یه چیز جدید بهتون میگم، یه چیزی به درد بخور بهتون میگم، برای سلامتی، برای خیلی چیزا که چند تا هم دیگه آماده کردم، به زودی اینا رو خواهم گفت. اما این کلیپ که شنیدم، دیدم این خوراک تک تک مردم ایرانه که تکلیفشون با حکومت بدونند، تکلیفشون با خودشون بدونند، تکلیفشون با آیندهشون بدونند، تکلیف با سرنوشتشون بدونند. حرف رو تموم کرده، هیچ کس این حرف رو اینجوری نزده، با تو تلویزیون، تو شبکه مستقیم. و بذار بخونم بعد خبرش، بعد پشت همین کلیپ اینو من خواهم گذاشت. ابراهیم اسکافی با شجاعتی باور نکرده در پخش زنده صدا سیما، این دیگه شبکه مواجه بگیر خواهد کشان بی بی سی و صدا آمریکا نیست. رابطه ملت با دولت، ایشون میگه رابطه دولت ملت با دولت یک رابطه جنگی است. ببینید هیچ کسی حرف رو نزده، اصلا به مغز من خطور میکنه ایتی کرد بخوام بگم. رابطه ملت با دولت یک رابطه جنگی است و رابطه خشم و نفرت است. چهار نفر موضوع سیما نیز در کنار رو نشسته بوده و به وی اعتراض میکنن و میگویند به شعارها نگاه کنید، حکومت باید دست از مردم به آزادی مردم آزادی بکشد و از دخالت در تمام امور زندگی شخصی مردم دست بردارد. تا آخر گوش کنید، درود بر شجاعتش. اما خبر تاسف‌بار این است که گفتن فردا تو خطوی خونه هست جنازه‌شو پیدا کرده، میگن سکته کرده، ولی شاهکار کرده. اگر جونشو داده در راه یک کاری داده، یک چیزی داده که یک ملتی رو برکت در بیاره، شک ندارم، شک در قسم من ندارم. خب واقعا روح شاد. چند خبر کوتاه میخونم که بعد 7-8 دقیقه بعد کلیپ بزنم. کشور نه رئیس جمهور دارد نه رئیس مجلس، اما مردم ذره احساس نگرانی ندارند. خیلی جالب نه؟ در 44 سال نداشتن، هیچ وقت من دیگه رئیس جمهور نداشته، هیچ که داشته هر چی بود اراده رهبر خمینی دجال و این خمینی کسافت. گزارش فاکس نیوز از مراسم یادبود برای رئیسی در یکی از مراکز اسلامی در میشیگان آمریکا. شما با اجازه کی پول اونجا خرج میکنید؟ کی اجازه شما گوخوری ها رو بکنید؟ ولی سرعت سقوطتون زیاد کردید، خیلی زیاد کردید، یعنی دیگه از دست خودتونم در رفته. خوشبختانه تو انگلیس مردم میزنید، اون کار میکنید، یعنی این پروی بیهش از حد شماست که به سرنگونی شما منجر میشه و سریعتر به اتفاق خواهد افتاد، چون دیگه نمیدونی چیکار بکنید. حالا قاطی کردید، خوب خوش و خوشبختانه قاطی کردید. خب خبر زیاد هست، من فقط این کلیپ و پشت این کلیپ خواهم گذاشت.
سعی میکنم تا کلیپ بعد از اون بذارم که یه خورده چیز بشه، پربارتر بشه. ولی اگر زنده هستی خیلی جب، خیلی کارت درسته، در تاریخ ایران اسمت خواهد ماند. تبریک میگم به پدر مادرت، در خودت. اگر خدای نکرده کشتن شما رو، بازم اسم در تاریخ ایران ثبت خواهد شد به عنوان نقطه عطفی در حرکت مردم برای سرنگونی این حکومت. این صحبت شما نقطه عطفی است بدون برو برگشت. شک نکنید، شک نکنید، شک نکنید. من بیش از این صحبت نمی کنم، همین کلیپ میذارم، چیزی هم نخواهم گذاشت. 3 دقیقه خورده بیشتر نیست و استدعا میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم در حد تمام پخش کنید. رابطه مردم با دولت دقیقاً اینجا مشخص شده. حالا وقتی رابطه دونستی، معمار زندگی خود خود هستی، بعد از اون برنامه‌ریزی رو خودت بکنی دیگه، از این بالاتر وجود نداره دیگه. خودت میدونی با زندگی خود چیکار بکنی دیگه، هر چی از دست خودته. تدبیر تو تقدیر تو میسازه. دوست داری همینجور بمونی آزادی؟ دوست داری بیای حقتو بگیری؟ حقته. این اجنبی از کشور بیرون کنی؟ حقته. و اگر میخوای که به قول معروف همین طرفی زندگی کنی، بس سلامت هست. هر کس اختیار زندگی خودش داره. من کلیپ رو تمام میکنم و کلیپ پشت اضافه میکنم و پخش میکنم. ایام بخوام روزتون خوش. خیلی خوشحالم امروز. یه روزیه که یکی از گرای بزرگ زندگی فکری من باز شد. رابطه دولت و حکومت دقیقاً این آقا باز کرد و گفت، شاهکار کرد. دلایلش هم میگه ها، خیلی جالبه، با هم میبینیم. من اخیراً یک مقاله رو میخوندم درباره آمار مهاجرت در ایران که وضعیت بسیار تکان دهنده ای داشت. ایران در وضعیت مهاجرت در رتبه 7 قرار داره، یعنی بعد از 3 کشور پرجمعیت جهان و بعد از 3 کشور جنگ زده. یعنی ایران داره از نظر آمار مهاجرت رقابت میکنه با کشورهای جنگ زده. این وضعیت شاید در وهله اول عجیب باشه، اما واقعیت رو که نگاه میکنیم خصوصا در چند سال اخیر خیلی چیز عجیبی نیست. من فکر میکنم رابطه دولت ملت هم در طول سالهای اخیر رابطه جنگی شده. شما به اعتراضات اخیر نگاه بکنید میبینید رابطه. منظورتون از اعتراضات اخیر چیه؟ اعتراضاتی که با کشته شدن مهسا امینی آغاز شد در پاییز سال 1401 و بعد معترضانی اومدن و مطالبه شون این بود که تن به حجاب تحمیلی حکومت ندن. این اعتراضات ببینید، یعنی رابطه ملت با دولت یه رابطه خشم و نفرت بود. شما به شعارها نگاه بکنید، شما اعتراضات رو از اختشاشات منفک بکنید یا اساسا قائل به اختشاش نیستید؟ من قائل به اختشاش نیستم، اعتراض دیگه. و رابطه حکومت هم با ملت یه رابطه جنگی است. شما ببینید الان وضعیتی که مطلبتون برای این حقیق میفرمایید چیه؟ چه آماری ببینید الان شما دارید میبینید که در خیابون ها ماشین ها متوقف میشن ناگهان. به چه دلیلی؟ به دلیلی که خب مثلا یه جایی ممکنه یه خانومی روسریش در خودرو مثلا افتاده باشه، یا شما میبینید که در کسانی که وارد مترو میشن ناگهان جلوشون رو میگیرن، شما حق ندارید سوار مترو بشید، یا مسائلی از این قبیل. من بحثم اینه که این رابطه جنگی شده و بی جهت نیست که آمار مهاجرت ما که در اصل اگر بخوایم به درستی بیان بکنیم دیگه آمار مهاجرت نیست، آمار فراره. آمار فراره. من دارم میگم که خب این رابطه ابتدا باید تعدیل بشه و بعد، یعنی حکومت باید یک آتش بسی اعلام بکنه، یه مدتی از مردم آزاری دست برداره، از مردم آزاری، از مداخله در زندگی شخصی آدم ها، از دخالت در تمام امور آدم ها. اون وقت اون زمان ما میتونیم رابطه دولت ملتی رو بر مبنای خب رابطه دولت ملت بر مبنای انتخابات باعث رابطه نمایندگی باشد. باید بهشون پاسخ بدین. خب دارم توضیح میدم، میگم که یعنی ببینید دولت ملت در کشور مدرن رابطهش رابطه نمایندگی است، یعنی دولت باید خدمتگزار مردم باشه. این رابطه مخدوش شده، انتخابات معنای خودش رو از دست داده. خب. و این رابطه یه رابطه جنگی شده. شما اگر بخواید این رابطه رو اصلاح بکنید بایستی اول یه آتش بسی اعلام بکنید، یعنی حکومت یه چند سالی
دست از مردم آزاری برداره. شما ببینید الان در همه زمینه ها انتخابات در همه زمینه ها میبینید که دولت داره مداخله میکنه. شما روزنامه میخواهید چاپ بکنید، روزنامه تحت سانسور شدیده. کتاب میخواهید چاپ بکنید، کتاب تحت سانسور شدیده. شما فیلم میخوای درست بکنی، تئاتر میخوای درست بکنی، انواع اقسام، و این باعث فراری شده. ببین کسانی که دارن فرهنگ صحبتتون رو خاتمه بدید که بقیه هم بتونن صحبت کنن. من دارم میگم که این وضعیت دولت ملت تا زمانی که روشن نشه، تا زمانی که آتش بسی ایجاد نشه و بعد مردم تصمیم میگیرن که این رابطه رو دوباره بسازن، بله. این نه تنها انتخابات معنی نداره، الان سیاست در داخل کشور دیگه معنای خودش رو از دست داده.